سلام، من الهه میرافسل هستم و تو این قسمت میخوام یه نقاشی اکریلیک ساده و آسون رو قدم به قدم بهتون آموزش بدم تا اگه تا حالا نقاشی نکردید با این آموزش بتونید یه تابلوی نقاشی زیبا بکشید. برای زمینه کار من از ترکیب رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز استفاده کردم تا حالت غروب رو به وجود بیارم. شما میتونید از هر ترکیب رنگ دیگه ای استفاده کنید. برای کشیدن دایره با استفاده از قلمو و رنگ بدون اینکه دایره رو با پرگار کشیده باشید میتونید از این روشی که بهتون یاد میدم استفاده کنید. قلمو رو آغشته به رنگ کنید و روی بوم قرار بدید و یک طرف رو ثابت نگه دارید و از طرف دیگه قلمو رو بچرخونید. اینطوری دایرتون صاف در میاد. من برای اینکه حس خورشید رو تو مرکز کارم به وجود بیارم از رنگ زرد تو وسط کارم شروع میکنم و به سمت کناره های بوم که میرم رنگ رو به سمت قرمز میبرم تا حالت غروب رو ایجاد بکنم. برای محو کردن هم میتونید تیکه تیکه رنگ ها رو بذارید و با یه قلموی تمیز مرز بین رنگ ها رو محو کنید. ولی باید یادتون باشه چون رنگ اکریلیک زود خشک میشه باید کار رو سریع انجام بدید. من خودم برای محو کردن رنگ ها از این تکنیک استفاده نمی کنم و رنگ ها رو در حین کار به صورت سایه روشن به سمت رنگ تیره میبرم. وقتی رنگ زمینه تموم شد میذاریم کارمون خشک بشه. تو این مرحله اگه هنوز تازه کار هستید و ابتدای کارتونه و نمیتونید به صورت ذهنی با استفاده از قلم و طرحتون رو روی بوم بکشید، بهتره با استفاده از یه مداد درختتون رو طراحی کنید و جای شکوفه ها رو هم مشخص کنید. بعد با استفاده از رنگ اکریلیک نقاشی رو انجام بدید. من طرحم رو به صورت ذهنی با استفاده از قلم روی زمینه کارم میکشم. برای کشیدن تنه درخت از قلموی زبون گربه ای استفاده می کنیم. طوری که اول تنه درخت رو با همه سر قلمو می کشیم و به سمت سر شاخه های درخت که می ریم قلمو رو جوری نگه می داریم که سرش به حالت کتابی باشه و سر شاخه های درخت نازک کشیده بشه. اینکه تنه و شاخه های درخت رو چه شکلی بکشید کاملا سلیقه ایه و هر طرحی که تو ذهنتون هست رو می تونید پیاده کنید. کشیدن تنه درختمون تموم شد، شکوفه ها رو با استفاده از یه قلموی سرگرد میکشیم. من شماره قلموها رو نگفتم چون شماره قلمو با توجه به اندازه نقاشیتون و اندازه بومتون متفاوته. ولی اگه اندازه تابلوتون بزرگه باید از قلمو با شماره های بیشتر و اگه اندازه بومتون کوچیکه باید از قلمو با شماره های کمتر استفاده کنید. برای کشیدن شکوفه قلمو رو آغشته به رنگ دلخواهمون می‌کنیم و بعد قلمو رو روی بوم می‌ذاریم و فشار دستمون رو زیاد می‌کنیم تا سر قلمو پهن بشه روی بوم. به سمت مرکز گل فشار دستمون رو کم می‌کنیم و بعد قلمو رو از روی بوم برمی‌داریم. هر تعداد شکوفه‌ای که دوست داریم با همین روش تو اندازه و سایزهای مختلف می‌کشیم. ولی این نکته رو رعایت کنید که شکوفه ها هرچی به سمت سر شاخه ها میاد باید کوچیک‌تر بشه. بعد با استفاده از همون قلمو گلبرگ های کوچیک و تک تک رو تو سر شاخه ها و بین شاخه ها میکشیم. و بعد از کشیدن شکوفه ها با استفاده از یه قلموی شاخه زنی شاخه های نازک و نامرتب رو به درختمون اضافه میکنیم. و در آخر وسط شکوفه ها رو با رنگ زرد به صورت ضربه‌ای رنگ می‌کنیم. و بعد با استفاده از رنگ مشکی خط‌های کوچیکی رو از مرکز گل روی گلبرگ‌هامون می‌کشیم. اگه از این آموزش خوشتون اومد اونو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید و اونو برای بقیه دوستای هنرمندتون بفرستید.
اگه منو تا حالا سابسکرایب نکردید بهتون پیشنهاد میکنم منو سابسکرایب کنید، چون هر هفته ویدیوهای آموزشی نقاشی و کالیگرافی رو تو این کانال میذارم که میتونید باهاش به درآمد برسید و یا حتی تابلوهای نقاشی قشنگی رو برای خودتون بکشید.